سرخط مهمترین خبرها. آمریکا حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی تنقید کرد. بحث لفظی عبدالرازق و بران، دو بلاگری معروف تاجیک که 3 سال با هم کار میکردند. و اعتراض ساکنان در قرقیزستان به خاطر خاموش کردن برق. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 18 نوامبر است. ایالات متحده آمریکا دیگر باره حکومت تاجیکستان را به محدود کردن آزادی های دینی تنقید کرد. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا روز 17 نوامبر در اظهارات گفت که تاجیکستان در قطار بیرما، چین و ایران، پاکستان، روسیه و سعودی در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص جای دارد. این حکومت ها به گفته او در ویران کنی های دوامدار و دغلانه آزادی های دینی دست دارند. مقامات تاجیکستان هنوز به اظهارات نوی منصبداران بلندپایه ایالات متحده آمریکا واکنش نکردند، ولی در گذشته ارزیابی های همسان را ناعادلانه خوانده بودند. من اینچنین الجزایر، کوبا و نیکاراگوا را برای خط حکومت های داخل می کنم که به ویران کنی های جدی آزادی دینی مشغولند و یا این وضع را تحمل میکنند، افزود بلینکن. و همزمان اضافه کرد که در بسیاری از جایها در سراسر جهان حکومت ها شخصان علاهده را تنها برای آنکه موافق باوری خود زندگی میکنند تعقیب کرده به حبس میگیرند، تهدید میکنند، به زندان میاندازند و میکشند. ایالات متحده گروه های از شباب، بوکو حرام، حیات تحریر الشام، حوثی ها، داعش، جماعت نصر الاسلام و المسلمین و طالبان را همچون سازمان های مورد نگرانی خاص ارزیابی نموده است. طالبان از ماه آوگوست امسال پس از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان قدرت در این کشور همسایه تاجیکستان را به دست دارد. کاتب دولتی آمریکا افزود من بعد نیز به همه حکومت‌ها فشار می‌آورند تا رفتار خود و کمبودها را در قانون اصلاح کرده شخصان گناهکار را به جوابگری کشند. عبدالرازق و بران، دو بلاگر شناخته تاجیک، خبر دادند که دیگر با هم کار نمی‌کنند. شام 17 نوامبر بران یا بهروز نبیف با پخش ویدیوهای در شبکه یوتیوب گفت دیگر با عبدالرازق کار نمی‌کند. این بلاگر تاجیک همکاری همکنون سابقش را به آن متهم کرد که به گپ دیگران در آمده آنها را فریب کرده است. برعکس این، عبدالرازق بعد از ساعت با پخش ویدیوهای دیگر در اینستاگرام بران را متهم کرد که پول‌های او را نمی‌دهد. هر دو طرف باز درباره یک نوت‌بوک و تلفن میان هم رد و بدل کردند. بران یا بهروز نبیف 3 سال پیش عبدالرازق را از زادگاه شهر پنجکن به دوشنبه آورد و طول این مدت آنها همراه کار میکردند. بران گشته و برگشته درباره آن میگفت که عبدالرازق را از زادگاهش آورده در پایتخت برای مشهور شدنش کمک کرده است. عبدالرازق باشد میگفت که بران 1 میلیون روبل او را از خود نموده است. رد و بدل این دو بلاگر شناخته واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی بمیان آورد. گروه عبدالرازق را برای آن نکوهش کردند که پاس خاطر کمک های بران را نکرده است، اما گروه دیگر از بران تنقید کردند که از عبدالرازق به حیث منبع درآمد استفاده برده است. عبدالرازق که 1 متر قد و 17 کیلو وزن دارد با سرودخانه خود در شبکه های اجتماعی معروف است. شهرت عبدالرازق بعد از آن در دیگر کشورها از جمله روسیه زیاد شد که خواستن جنگی او و یک هم تقدیرش حزب الله را تشکیل نمایند. عبدالرازق حالا در دبی است. بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست احوال اقتصادی افغانستان بدتر شد و خشکسالی سخت امسال خطر گرسنگی در بسیاری از گوشه های کشور را زیادتر کرد. حالا مردمان زیاد دار و نداری خود را می فروشند تا لقمه نان برای خود و فرزندانشان به دست بیارند. همیرا، یک ساکن ولایت غور، از زمره آنهاست که خویشاوندانش لباس و لوازمات عروسی او را برای خریدن غذا فروختند. گزارش را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیم می کند. افغان ها دار و ندارشون را می فروشند که نام بخرند. همیرا چند پیش ازدواج کرده و خانه شوهری فقیرش به ولایت غور آمده است. از ناچاری جهاز عروسی او را فروختند تا کودکان گرسنه نمانند. بسیار ناتوان بودند، گیاهی نداشتند. اگه سمسالا بوده، اگه خفه‌بند بوده، اگه که بایلر بوده، دیگه بخار بوده، لگن بوده، خرجین بوده، تمام شیمار یا فروختند. شوهری همیرا در جستجوی کار به ایران رفته است. خوشدامنش میگوید شاید بقیه جهاز نوروس و خانه را بفروشند چون علاج ندارند. قدم خدا کرده اونم سر اساسی هم استعمال کرده. برای کسی هم روپیه کمک مم نکرده. اما یه چیزی هم نداریم. هم یک کمک اردوی داریم دیگه غیر هموزوار دیگه و چیز دیگه نداریم.
بعدی رسیدن طالبان به قدرت در ماه اوگوست احوال اقتصادی افغانستان بد و بدتر می شود. کار نیست، خشکسالی سخت، بحران گرسنگی را بدتر کرده است. مردم زیادی از کشور می گریزند و برای کار به ایران و پاکستان می روند. تمام برادرهایی که امروز از فقر و گرسنگی به تنگند، دخترهایی که نو عروس شدن میارن مال و شال و سر و رویی که دارن همه را قیمت کم. از بس که اجرای برنامه های کمکی بازداشته شدند، گروه های امدادی هم کار زیاده کردن نمی توانند. برای همین مردم بیشمار چون همیرا هرچی که دارن می فروشند تا آیله گرسنه نماند. پریزیدنت امامعلی رحمان با نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان تلفنی گفتگو کرده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گفت یکی از موضوعهای اساسی صحبت پاشینیان و رحمان وضعیت در سرحد ارمنستان و آذربایجان بوده است. مناسبت های آذربایجان و ارمنستان شدتناک باقی میمانند. جنگ 6 هفته اینه که ماه سپتامبر سال 2020 شروع شد، نه کمتر از 6900 قربانی داشت. در پی آن جنگ ارمنستان از قسمی از زمین های محروم شد که 10 سالها در اختیار ارمن تبوران بودند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان آمده است امامعلی رحمان خواستار آن شده است که جانب ها توافقات حاصل شده را رعایت کرده، همه اختلاف و نزاع را تنها با راه مذاکرات سیاسی و دیپلماتی حل و فصل نمایند. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو زودی دسترس کنید. ساکنان دهه تندیک و بناهای نفساخت آلتین کزیک در کنار شهر بیشکک قرقیزستان با نشان اعتراض از قطعشوی نیروی برق راه ماشینگرد را بستند. به اطلاع مقامات راهبندی ساعت 18:00 دقیقه روز 17 نوامبر صورت گرفته است. کارمندان پلیس با ساکنان گفتگو و تلاش کردند که راه را باز کنند. در شبکه‌های اجتماعی نوار راهبندی ساکنان پهن شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 نوامبر را فرا میگیرد. هجدهمین نویبر سال 2015 پارلمان روسیه قانونی را قبول کرد که به شرکت کنندگان عملیات جنگی در قلمرو تاجیکستان رسما مقام ویتران می‌دهد. تا آن زمان دولت روسیه شرکت سربازانش در جنگ 5 ساله شهروندی تاجیکستان را رسما رد کرده بود. وکیلان گفتند در جنگ‌های تاجیکستان 23500 نظامی روس شرکت کرده است. 18 نوامبر سال 1994 در دوشنبه میدیا گروهی چرخی گردون تأسیس شد که در دوام سالهای بعدی صاحب 5 نشریه دایجست پرس، چرخی گردون، ویچرنی دوشنبه، زن و مرد و اویچنه شد. مؤسس این شرکت اکبر ستار روزنامه‌نگاری سرشناس بود که اول شده در بازار مطبوعات تاجیکستان نشریه های تفریحی و تجارتی را راه اندازی کرد. 18 نوامبر سال 1920 معروف خواجه بهادوروف حافظ خلقی تاجیکستان تولد شده است که همچون سراینده و آهنگساز و نوازنده و داننده میراث موسیقی سنتی مردمی شناخته شده است. در 77 سال عمرش بیشتر به سبک سرایندگی صادرخان حافظ معروف شد. گلیار صادرخان، بیات، اشاق، ایراق، نیمچوپانی تنها چند نمونه ترانه است که مهارت بلندی هنری او را به نمایش گذاشته است. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه امروز کمی بالا رفته، ارزش دلار پست شده است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 155 سامان و 50 درهم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1129 سامان و 77 درهم برابر است. بیننده عزیز تشکر که تا آخر ما را همراه کردید. اطلاعی از این بیشتر را در وبسایت ما با نشان آزادی.org و آزادی.mobi پیدا کنید. خدا نگهدار.